هفته‌ای که گذشت محمود احمدی نژاد طی حکمی منوچهر متکی وزیر امور خارجه را برکنار و علی اکبر صالحی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی نمود. علی اکبر صالحی پیش از این نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت. این اتفاق در حالی رخ داد که منوچهر متکی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سنگال حضور داشت و همین امر نارضایتی بسیاری از نیروهای اصولگرای حامی دولت را برانگیخت. در همین ارتباط گفتگوی تلفنی ترتیب دادیم با جناب آقای فرهنگیان، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی. جناب آقای فرهنگیان، به نظر شما دلایل این برخورد شتاب زده از طرف محمود احمدی نژاد نسبت به منوچهر متکی به عنوان وزیر امور خارجه کشور چی میتونه باشه؟ بسم الله خدا، با سلام خدمت شما و تمامی بینندگان و شنوندگان تلویزیون خوب دستا. ارتباط با این عملی که به صورت غیر مترقبه برای جهانیان در واقع صورت گرفت و البته برای خیلی هم از قبل پیشبینیش زیاد هم سخت نبود، باید در واقع برگردیم به انتخاب آقای متکی به دولت نهم، در دولت نهم در واقع انتخاب متکی انتخاب تحمیلی بود از همون ابتدا و آقای احمدی نژاد نظرش روی افراد دیگه بود از همون ابتدا، اما به تقدیر میدونید که برخی از پست هایی که در هیئت دولت ایران هست انتصابشون در واقع و یا انتخابشون از طرف ویت رهبری انجام میشه، از جمله وزارت خارجه. لذا وزارت خارجه ای که یا وزیر خارجه ای که در واقع برای احمدی نژاد پیشبینی شده بود در نهایت به قره به نام آقای متکی افتاد و متکی هم نظر هستید که از در واقع مجلس شورای اسلامی حمایت کاملی داشت، هم مجلس رو به همراه داشت و هم حمایت کامل بیت رو. اما نحوه برخورد با ایشون به این سبب در واقع بایی میشه گفت تخریب شخصیت خود آقای متکی هم بوده. با این میگم ایشون از افرادی هم بود که کاملا سرسپرده آقای احمدی نژاد بود، کاملا مطیع بود و گوش به فرمان ایشون بود. ولی شاید میشه گفت برخی از موضوعاتی که پیش اومد، از جمله موضوعی که از حدود یک سال پیش، دو سال پیش شاید اگر اشتباه نکنم، در ارتباط با سفیر منتخب آقای احمدی نژاد زهروان در ایتالیا و بعض موضوعات دیگه، از جمله موضوع محموله های اسلحه در نیجریه که به طور قطع بدون اطلاع ایشون انجام شده و همچنین خروج ما دیپلمات های ناراضی به حساب ایشون نوشته شده و همچنین فشاری که همسال آقای ثمره هاشمی با عنوان مشاورین رد بالای آقای رئیس جمهور و صاحب نظر رو در امور وزارت خارجه وارد می کنند، مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا آقای متکی رو به نحو بسیار مفتزهانه از هیئت دولت کنار بذارن. در طول سالیان گذشته شخص رهبری حساسیت های زیادی نسبت به بعضی از وزارتخونه ها از خودشون نشون دادن. به نظر شما این تغییر با هماهنگی ایشون بوده یا نه؟ و اگر نبوده آیا میتونه باعث بروز اختلافات جدید در حاکمیت بشه؟ این تحلیل هست، این تحلیل رو من شنیدم که خیلی معتقدند که در واقع این حکایت از نوعی بروز تنش یا تنش های کهنه ای که بوده و امروز داره بیشتر میشه، تشدید میشه هست. ولی من به شخص معتقدم که احمدی نژاد بدون در واقع چراغ سبز رهبری هرگز این کار رو نمیکرد. ایشون معتقد بوده که وزارت خارجه رو باید خودش اداره کنه، همانند بسیاری از وزارتخونه‌های دیگه مثل اطلاعات، مثل وزارت دفاع. ولی من فکر می‌کنم در نهایت چراغ سبز رهبری رو ایشون داشته، حتی برای این نوع تخریب متکی و این نوع در واقع عزل متکی هم من معتقدم ایشون چراغ سبز رهبری رو داشته. به نظر شما مزایای حضور فردی مثل آقای صالحی که مدتی هم رئیس سازمان انرژی اتمی بوده در این بازه زمانی به عنوان وزیر خارجه برای این دولت چی هست و آیا تأثیری بر روی روند مذاکره هسته‌ای خواهد گذاشت؟ در ارتباط با انتخاب آقای صالحی به عنوان یه دیپلمات کریری که سالیان سال کار کرده، به هر حال یه دوره سفیر بوده، در مذاکرات هسته‌ای هم حضور داشته قبل از این و به شخصه هم اینطوری که در بین دیپلمات‌های دیگه
شناخته شده آدمی هست که روشن هست. ولی از بنده باز به شخصه فکر میکنم طی همین مدتی که ایشون رو انتخاب کرد آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و اینکه ایشون اصلا پذیرفت وارد هیئت دولت آقای احمدی نژاد بشه، به نظرم میرسه که ایشون هم شخصیتی نخواهد بود مستقل و اینکه صاحب نظر باشه، بلکه بیشتر مطیع خواهد بود. و مذاکرات هسته‌ای هم از همون ابتدا مشخصه که ایران به دنبال خریدن وقت هست و در واقع دفع الوقت کردن تا پروژهش رو کامل کنه. به نظرم نمیرسه تغییر زیادی در مذاکرات هسته‌ای هم انجام بشه و مذاکرات هسته‌ای به همون روش که از پیش طراحی شده پیش خواهد رفت. مقامات اروپایی و مقامات کشورهای مختلف واکنش‌های متفاوتی رو نسبت به این برکناری نشون دادن. نظر شما در مورد این واکنش‌ها چی است؟ واکنش‌ها که دیدید طرفین خارجی قدرت‌های بزرگ 5+1 همشون اعلام کردن که مذاکرات هسته‌ای در چارچوب تعیین شده پیش خواهد رفت و افراد نقش زیادی نخواهند داشت. به نظر من میرسه همینطور هست، یعنی در واقع دو طرف هم ایران هم 5+1 برنامه ریزی قبلی خودشون رو کردن، زمان رو هم در واقع حساب شده به ایران دادن و به نظر میرسه که این دور از مذاکرات یه در واقع دور نهایی خواهد بود که ایران باید پاسخ نهایی رو به 5+1 بده. لذا افراد زیاد تایید کننده نخواهند بود.